اسمی از خانواده آقای هاشمی نمیدنید؟ آیا دلیل آن ترس از این خانواده خانواده؟ من یادم بسید من نمیدن از این آقای رسولو خفرم پاسخهای کمتر دیم چون چون من چون آقای همی هستش یه نیمونی توضیح میدم که مثلا جا گفته تو بودی چه من دو؟ این بردان اجلاس آقای رسولو مالای رسولو داریم به سوال کتفی یه سوال کتی هم بودنشم یه سوال کتی هم پرسیدن اینکه شما همه می اینا اعلام می کنید و اسامی رو نام می دارید و حالا شگره های انجام می شه در آخر تو راه حل کارشیه و چی کار باید و چه اقدامات رو باید صورت بگیره و اگه صورت می گیره اقداماتی یا نه اما در اقرار اصلا با هاشمی باز کنم این هم بسرد کنم به اونهای خاطبه فرمشه چنش من سوال تعدادی که با اگه موضوع هاشمی کنشی جلسه می خواهدستن اون که بخواهد بارد کنی بارد به اصلا با هاشمی هم روزی هاشمی و افضال ما بشیم زمان زیاد می دارن به صدا یکی دو از موارد رو اشاره می کنم بهشون فرصت جلسه چیزی نمیده با باشه دیگو همه دوستان هاشمی هم دیگه من سوال خدمتون که یه قانونی وجود داره تحت این عنوان که هر شخصی بیش از 20% قطعات خودرو رو حق نداره بیاره، نه حق نداره رو حق بیاره، اگر بیاره مشمول عوارض خودرو میشه. یعنی اگر ماشین آورده اون مثلا 44% 45% عوارضش بود، عوارض مونیکو شده مثلا ایمانی شده ها 3.4% عوارضی خودرو میشد. اگر کسی هم قطعات خودرو بخواست بگیره بیش از 20% خودرو رو به خودش تعهد میگرفت مشمول عوارض خودرو میشد و نظام توجیه اقتصادی نداشتیه قطع خودرو وارد میشه، نتیجه شه اینکه توی کشور بسی قطع تولید میشه. اینها برای از یک خلل قانونی سوء استفاده کرد. مثلا بگیم که اما در گفت که آن اینجا گفته آن حسن آقا نمیتونه بیشتر از 20% این خود رو بیاره، حسین آقا به تنهایی نمیتونه بیاره، اما اگه حسن و حسین و بیژن و موشن و مونکیت و خونکه نمیتونه شد 8-20% میشه 100% اشکال نمیشه و میلیارد ها دلار از محل عدم پرداخت عوارض قضایی دولت منافع بوده و آمدن اینجا ماشین دیگو رو مردم تحقیل بدن و بدون که عوارضی بردارن. یکی از مواردی بود که به خانواده آقای هاشمی در میگه این صورت خدمتتون که از پارک جنگلی چیتگل تهران، از یک سوم جزیره کیش، از چه میدونم کجا رو میگم آمد ببین شما فقط ببین استبل بازخانون، استبل اصلاح بازخانون فقط روزی 100,000 تومان پول هندونه هاش میشه و شرکت نفتی که با عمر خانم زده بودن با خواهر آقای هاشمی زدن شرکت نفتی تو کانادا میدونم از هر کدومش رو بخواد بگم مثلا سر آدم سود بشه، هر کدومش رو وارد بشید بهش ناراحت کننده و مشمئز کننده است. من حالا میخواد بگم که اینقدر سطح جسارت اینها بالا رفته که به صورت رسمن خطا میکنن، حالا میخواد خطای مالی باشه، میخواد خطای اخلاقی باشه. این آقای مهدی آقای هاشمی، مثلا وسطی آقای هاشمی رئیس سازمان بهینه‌سازی سوخت کشور، ایشون ببخشید خواهرم اینجا هستن من با این نفس رو خواهر میبرم خوشگل‌ترین دخترهای تهران جمع کرد تو سازمان بهینه‌سازی و هر بهره‌برداری که مد نظرش بود از ما کرد. فیلمی توسط منصوبه مدرسه اوکراینش از حراست بعدا اومد بیرون و دولت های احمد نژاد اون خانم رو شکایت کرد و اون فیلم اومد بیرون و تو اون فیلم فجایعی رو نشون میده که وحشتناک آدم بخواد دربارش حرف بزنه. حالا سوال زحمت نیست، سوال برنامه نیست، سوال آخر که
الان انجمن علمی فرهنگی بیانی پروازان شده که مستقیم کشور پرسش کردن ما فقط داریم حال و مدر تعهدی که رو قابل رفت داریم نمیتونیم.